حمله پهپادی و موشکی مجدد حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی به دست کم 4 شهر عربستان سعودی. این اهداف شامل مخازن شرکت ملی آب در شهر زهران، مخازن نفت در شهر جده و ایستگاه توزیع برق در استان جازان است. شبکه خبری الاخباریه با اعلام این حمله از قول جنرال المالکی سخنگوی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی گفت که حملات حوثی ها به تأسیسات نفتی آرامکو در جده خسارت جانی نداشته و آتش سوزی ناشی از آن تحت کنترل است. جنرال المالکی اضافه کرد حمله شورشیان حوثی به مخازن شرکت ملی آب در شهر زهران سبب خسارت‌های مادی به برخی از منازل مسکونی و خودروهای غیر نظامی شده. ائتلاف عربی به رهبری عربستان همچنین با انتشار بیانیه‌ای از ردیابی و انهدام یک موشک بالستیک و تعدادی پهپاد حوثی‌ها در منطقه نجران عربستان خبر داد. حمله حوثی‌های یمن به تأسیسات نفتی آرامکو در جده سبب تأخیر 15 دقیقه‌ای در دور دوم تمرین‌های مسابقات اتومبیل رانی فرمول 1 عربستان هم شد. پیستی که با محل حمله 16 کیلومتر فاصله دارد. ریما بندر بن سلطان آل سعود سفیر عربستان سعودی در آمریکا در توییتر خود گفته جامعه بین‌المللی باید با این حمله مقابله کند. شبه نظامیان حوثی با موشک‌ها و پهپادهای ساخت جمهوری اسلامی به حمله علیه غیر نظامیان، زیرساخت‌ها و تأسیسات ما ادامه می‌دهند. جامعه بین‌المللی باید علیه این تجاوز که غیر نظامیان بی‌گناه و منابع نجرا هدف قرار می‌دهد، اقدام کند. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم حملات حوثی‌های مورد حمایت ایران به تأسیسات عربستان را محکوم کرده. از سوی دیگر یحیی سری سخنگوی حوثی‌ها هم از انجام عملیات گسترده در عمق خاک عربستان خبر داد و گفت نیروهای حوثی روز جمعه تأسیسات آرامکو در جده و تأسیساتی حیاتی در ریاض پایتخت عربستان سعودی را هدف قرار دادند و موشک‌های بالستیک و پهپادهای حامل بمب را به سوی این اهداف شلیک کردند. شدت گرفتن حملات تهاجمی شورشیان حوثی که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردار هستند در حالی است که حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران به طور تلویحی از شکست مذاکرات ایران و عربستان خبر داده. حسین امیرعبداللهیان به تلویزیون المیادین گفته عربستانی‌ها خواهان روابط خوب با ما نیستند، اما ما مسئول این موضوع نیستیم. این در حالی است که پیش از این عربستان برای دور پنجم گفتگوها با ایران با میانجیگری عراق ابراز آمادگی کرده بود. مذاکراتی که پس از حمله موشکی ایران به اربیل لغو شد. حمله حوثی‌ها به اهداف در عربستان با واکنش برخی از سناتورهای ایالات متحده هم روبرو شده. جیم ریچ سناتور جمهوری خواه گفته در حالی که دولت بایدن به حذف سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی فکر می‌کند، حوثی‌های مورد حمایت ایران با مسئولیت به شرکای منطقه‌ای آمریکا حمله می‌کنند. رکسانا خیرکار، واشنگتن.